نمیدونم نیستیم نرفتیم به پرسپولیس و تا ببینید شاید از این نظر که جایگاه فعلی من الان اینه نه آره به دلیلی که شما رفتن توی دوتا تیم اه... یه سری امتیازات داشت یه سری امکانات به تو داده میشد کما که الان هم همون حالت داره شما بازی کردن توی تاج و توی پرسپولیس چه در گذشته چه الان امتیازاش اینه که هوادارای زیادی داری از جمله شما خود شما رسانه ها گرای... اکثر رسانه های ایران گرایش به سمت ای دوتا تیم دارن حمایت از بازیکن ای دوتا تیم میکنن حق ببخشید من خیلی رک صحبت میکنم حق و ناحق هم توش میشه یعنی شما ممکنه یه بازیکن شاخص یه تیمی دیگه بجز دوتا تیم باشه رسانه ها اینقدر بزرگش نمی کنن. ببینید ما اون بازی خیلی خوب بازی کردیم این که مثلا بگیم یکی یک شد شانسی بود نه ما شاید باید آرژانتین مثلا تو بازی چهار تا پنج تا می زدیم. حالا اگه فیلمش متاسفانه مثل الان امکانات نبود که ضبط بشه اینا تنها بازیکنی که از آرژانتین نبود کمپس بود که اون موقع تو اسپانیا بازی میکرد اون مبالنده بود چپ ها بود که گل دوم فینال با هلند میزنه اون بازی کمپس نبود، بود همه بودن آردیلس نمیدونم لوکه و و حالا اینایی که اسمم یادمه فقط کمپس نبود، بود کامل بودن و اون بازی بعد میشه به پینارتی و بعد ما به پینارتی پنجتا میبازیم بازی رو همون بازی خبرنگارا چون بعد جامجانی سه ما بعدش فکر کنم جامجانی برگزار میشد خیلی اومدن مثلا این رسانه ها اصلا آرژانتین رو کرده اومدن سمت حساب تیم ایران که خود خب تیم ایران از آسیا و موقع یه تیم از آسیا میره آسیا و آسیا خب این احتمالاً این تیم میشه پدیده توی جامجانی خود ما هم انتظارمونی بود که ما تو جام جهانی با باز چون بعد بازی های تدارکاتی دیگه هم کردیم ما با تیم ملی فرانسه تو فرانسه بازی کردیم دو یک بازی با یه پنالتی که پنالتی دلیلی که من میگم ما اونجا خوب بازی نکردیم یک تجربه کم خود ماها بود اولین سالی بود که تیم ایران میرفت تو جام یه تیم از آسیا و اقیانوسیه میرفت و امکاناتی که الان هست شما مثلا اینترنت هست هر تلویزیون ما شما نگاه میکنید کانال سه و کانال ورزش حالا کانال خارجی دیگه هم شما بگیری تمام بازی های تو دنیا رو نشون میده کشور عربی رو نشون میده فرانسه رو اسپانیا و آلمان و ایتالیا و انگلیس اینا خیلی کمک میکنه به بازی کنه. که حساب شناخت پیدا کنن از روی بازیکنای روبروی خودشون که میخوان بازی کنن نوع بازی بازیکن رو مثلا من میدونم بازیکنی که فرض کنم مثلا میخوام با انگلیس بازی کنم بازیکنی که مقابلم قرار میگیره چه خصوصیاتی داره سرعت داره تکنیکش چیه قدرت سرزنی داره قدرت شودزنی داره پای چپش خوبه پای راست یعنی آنالیزش میکنه یک بازیکنه اون موقع اینا نبود بعد مربی های خود ما هم کم تجربه بودن من یادم ما یه شهری رفته بودیم به اسم کوردوبا ساحلی بود مثل انزلی و اینا مربی های ما ما رو می بردن تا قبل از پنج شیش روز قبل از بازی های تو ساحل ما رو می دوندن خب خیلی سخته این بدن افت می این چیزها رو ما نمی دونسیم. فکر می کردیم هر چیه بریم بدویم توی این ماسا و تپ و مپ و اینا بدنمون آماده بشه خب شرایط بهتری پیدا می کنم که من اشاره کردم گفتم من مثلا تیم ملی بودم خودم می رفتم می دویدم اضافه در که علمی نبود. شما تغذیت باید سر ساعت باشه استراحتت باید باشه تمرینات منظم باید باشه رو اصول باشه شما حالا یادتون نیست شرای تو ما رو می بردن توی تپای داودیه از کوب رو بالا مثل بز کوی ما رو باید می رفتیم یا پله مثلا ما کلاق پر بپر خودش صده به زانو و اصولی نبود من معتقدم بازی های جامجانی ما به نظر من افت تیم ملی ایران بود تو بهترین زمان بازی ها که ما باید شرایط بهتری داشته باشیم بدترین این نظر شخصی منه چون من شرایط خودم رو میدونستم سه تا بازی هم فیکس بازی کردم ولی من قاسم پور تا دو ماه قبلش اصلا زمین با آسم، تا آسمون فرق داشته بازی به هولند و اونجا هم پنالتی دادیم دیگه فکر کنم دو تا ما دو تا پنالتی اونجا دادیم چرا دا پنالتی ببین حالا شما خودتون گفتین که نمیدونم آقای عبداللهی و آقای کازرانی اشاره کرد واقعا ما قوانین هم نمیدونستیم یعنی اصلا فکر میکردیم اصلا نیازی نه مثلا اگر ما تک کنیم فول نیست یا تک نمیدونستیم حالت تک کردن یا درگیر شدن چه جای فول داره چه جای کارت قرمز داره کجاش کارت زرد داره واقعا قانون ما نمیدونست خیلی مثلا الان شما کلاس آموزشی میذارن یا قوانین میان کپی میکنن نمیدونم میدن قوانین به خوبی شما میدونی کجا مثلا کارت قرمز بد میدن اون موقع ما نمیدونیسیم واقعا هر کی میرسید هر طوری عمل میکرد حالا همون دو تا پینارت شما نگاه کنه ببینید شاید اصلا پینارت هم نبوده ما حالا تیم ما رو مزدون واقعا یا نه واقعا پینارت بود قوانین نمیدونیسیم دیگه همینطور که آقای عبدالله اینا گفت چون ارتباط جهانی ما خیلی کم بود مثل الان نبود قبل از جامعه یا ظاهرا بعد از جامعه انگار قبل از جامعه که بازیکنان میدن که اونجا یه اعتصابی میکنن آقای کازرانی و آقای یادرفانی هم اینو میگن میگن که اعتصابی میکنن آتاوار میاد میگه که چی این راه نه ولی من یادمه ما رفتیم کاخ همین صحبت پول و پاداش و اینا شد که آقای آتاوار در رفت گفت که پرو شدید ما این مثلا ما تو جمع ایستاده بودیم گفت پروش ایم. حالا بغل آدم سر خروسشان میسین عکس میگیرین پروش شدین اینا خب آتوای خورده اونم سیاسی بود دیگه حکومتی بود گفت آقا که ما سر پادشاه جام جهانی هم بحث داشتیم که آقا دیدوان اومد اونجا و حرف کرد آقا این درصد به ما میرسه این درصد برای بازی کنا ببینید یه قلای داده شد ولی متاسفانه خورد به شلوغیای انقلاب خوردنشون و پولا بهم بردن اومدن گفتن آقا بزرگ فیکس ها فیکسا 180 تومن یا 280 تومن که شما با اون پول راحت تو تهران یه خونه میتونستی بخرید بعد اومدن گفتن نه زیاده کردنش 150 تومن بعد باز اومدن کردنش 120 تومن همینطوره ای پایین من یادمه به من قاسم پور بازیکن فیکس 18 هزار تومن رسید بنیانگذار شاید شاید که نه حتما اصلی ترین بنیانگذار باش و, باشگاه شاهین یک چیز داشت چه بهش میگن مرام نامه میتونیم اسمش بذاریم یه خط و مش اسمش میتونیم بذاریم به عنوان انسان سالاری یعنی تکی کلامه حالا من چون خودم از نزدیک دکتر اکرامی رو میدینم میوم سر تامینا مینشست یا اصولا آدمایی که تو باشگاه شاهین بودن آدمایی بودن که بلا استثنا آدمای تحصیل کرده در رده بالای جامعه بودن و من یادم تمرین میکردیم آقای اکرامی می اومد صندلی می می نشست هم بالا بود یا آقای بود به اسم آقای خندان مسئول تیمای پایه باشگاه شاهین بود چون پایه تمرین میکرد کرد الان هم زمینشون نارمک هست ما می اومدیم بعد از اونا من یه روز دیدم این بچه های تو رده های مثلا سینزه دوازه از چارده ساله تو صف ایستانه حکم یکی ورقه دستشه اینا اومد گفت که گفتم اینا چی گفت که اینا دکتر خواسته نمرات سه ماه اول و دوم سومشونه بیارن بعد نگاه میکرد میگفت که مثلا قاسمپور ریاضی ضعیفه شما دیگه تمرین نمیای تا سه ماه سوم یا دوم نمره ریاضی اگر رسید بالای پونزده مثلا شونزده میتونی بیای تمرین براش فوتبال مهم نبود براش به قول خود هم تکی کلامی که داشت میگو انسان سازی زنگ زدم به خواهرم دیدم بیش گفتم که خب تلفن بده مادرم صحبت کنم اینا گفت که مادرم خونه خاله است گفتم که خب بابا من الان شش ماه دارم برمیگردم مصر یه طوری برو بیارش من از زنگ میزنم گو باشه باشه اینا دیگه باز از زنگ زدم گفتم که خب گوشی بده به ننه من مادرم میگفتیم ننه گفت که نه حالش خوب نیست نتونست بیاد خلاصه ما هم پیچوندی اینا دیدیم زد زیر گریه گفتم چی شد پس گفت مادر تو شد دیگه ما برگشتیم مصر رو اصلا یه, یه مای من چی افسردگی گرفته بودم جنجالی تو اون فاز پیش میاد تو بازی با ابو مسلم توی مشهد که گفتن حتی کادر فنی شما و نیروی انتظامی درگیر میشه تو اون بازی بعد شما گفتین که این فوتبال لجن گرفته ببینید ما قبلش رفتیم اردو ترکیه اونجا اتفاقاتی افتاد باعث شد که من توی مشهد و عکس نشون بدم البته اون موقع هم برای مسئولین کمیته انضباطی و اینا ما توضیح دادیم هیچ کاری هم نکردن یعنی یکی دو تا رو معروم کردن همیشه تو مملکت ما متاسفانه اونایی که باید مجازات بشن نمیشن آدمایی رو قربانی میکنن تو نه ورزشش تو خیلی چیزای دیگه تو ترکیه اتفاقی افتاد ما اردو بودیم سه تا داور اونجا بودن ایرانی که حساب میومدن چون میدونستن اردو هایی تو ترکیه هست صد دلار 150 صد دلار میدن هر بازی اتفاقا تو اردو هتلی هم که ما بودیم سپاهان بود مثل کرمان بود نمیدونم استقلال بود یا نه چند تا تیم خارجی هم بودن بعد بازی تدارکاتی میذاشتیم من شبا که بچه ها شام میخوردیم نمیدونم تو لابی مینشستم من و همکارام تو لابی مینشستیم که بچه های موقع شب بیرون نرن جایی و اینا آخر شب تا مثلا یازه دوازه یک حتی من مینشستم کسی موقع بیرون نره بعد تخت بازی میکردیم سه تا که اونجا بودن میمودن اونا گاهی وقتا بچه ها که میرفتن با من تخت بازی میکردن یکیشون همیشه مینشست تا دقیقه نوت با من دیگه ما دو سه روز بونده بود که برگردیم او آقایی که با من مینشست تخت بازی میکرد ما اومدم تو آسانسور اونم اومد تو آسانسور گفت که آقا سمپور بازیکن نمیخوایم گفتم که چرا؟ چه پستی گفتم از دروازه بگی تا فورورد گفت که ما هفتش تا بازیکن خوب سراغ داریم گفتم که کجان الان نگاه آقا ایران گفتم که خب خو اگه خوبن الان چرا جایی نیستن اونا اینا خیلی جمعونای خوبی و فلان و اینا گفتم خب ندارم ما دو سه روزی برمیگردیم آبادان بیان آبادان تست بدیم گونه اینا تستی نیستن گفتم که خب بازیکن که نمیتونیم بگیریم شما مثلا معروفه مثلا میگه علی کریمی میگه خب میخوام مثلا این کریم باقری میگه میخوام میگه آقا ایکس میگه نمیخوام نمیشناسم ولی چیزی رو که میشناسیم ما میگیم بیاد ولی چیزی رو که نمیشناسیم باید بیاد ببینه گفت نه اینا خیلی خوبه گفتم نه بعد بیان تست شب اول گذشت شب دوم بازم نه و شب سوم دیگه فردا صبحش ما داشیم میمونیم فرودگاه بیام ایران ما تو هتل تو آسانسور گفت که آقا اون موقع قرار داده فکر کنم سقفش مثلا خیلی بود تاپ ترین بازیکن 150 میلیون بود حالا نمیدونم دقیقا همین بود یا نه گفتم که نه اینا گفت که آقا سنفو بیا اینا رو بردار اینا رو من برای کمیته انضباطی هم گفتم گفت بیا اینا رو بردار هر کدوم بی سی میلیونش مال خودت من بهش گفتم که نه من این کارا نکردم شما اینا بیان تو های ما ما هر کدومش رو برداشتیم میلیونش برای خودت ولی باید تست بدم من ببینم گفت نه اینا گفتم نه گذشت تو بگذاریم ما بازی اولمون خورد با ابو مسلم توی مشهد یکی از اینا لایزمن آ تو همونجا هم گفت که 5 6 تا 7 8 تا بازی تام میافتی با ما پرچم برات میزنیم گفتم نه ما اتفاقا بازی اولمون با ابو مسلم توی مشهد بود یکی از اینا لایزمن ما بود لایزمن اولش هم بود بازی تو طول 90 دقیقه یک یک بود حالا یه جایی مثلا آفسد بود نمیزد یه جایی آفسد بود میزد یا آفسد بود نمیزد آفسد نبود نمیزد یعنی پدر بود. ای ما رو در آورد ما هر چی داد زدیم و فلان گوشتیم خلاصه 90 دقیقه تموم شد 6 دقیقه وقت اضافه گرفت 6 دقیقه هم نداشت خیلی میگرفت 2 دقیقه سه دقیقه میگرفت 6 دقیقه وقت اضافه گرفتن 6 دقیقه هم تموم شد توپ میرفت رو گل اونایی میخواست سوت بزنه به جان برچمه سوتو رو می بر یا تو برگشت میشد سوت ورم می داشت دقیقه 28 ثانیه مونده و از دقیقه کورنر شد رو گل ما چهار نفر گلر ما رو بردن کشیدن پایین توپ زدن تو گل توپ بردیم بذاریم وسط سو زد تمام من اونجا در رفتم گفتم که آره کسافت ورداره فوتبال لجن گرفته ای فوتبال این دوربین برنامه نوید هم رو ما همینو پخش کرد و ما یه چند رو بعد ما رو کمیته انضباطی خواستم فکر کنم آقای دمیانی بود رئیس کمیته فکر کنم اتفاقا همین آقای گلاب هم بود گفتم با روی دروازه الان انگلیس این هم اونجا سر صدا کرد با سرپرست تیم اونم آقای مدی غفاری بود بازیکن قدیمی نفت ما رو خواستن کمیته انضباطی آقای دمیانی هم خب خیلی به ما آقای قاسم پور میدونی خودت چی گفتی؟ گفتم آره گفتم کسافت برداشت شد آقای دمنی اصلا میگه که من نشستم تا اون دفتر آقای دادکان طبقه چهارم کسافت برداشت گفت مدرک داری؟ گفتم خودم براش توضیح دادم که آقا توی ترکیه ای توری شد فلاش اون آقا آقای آره قیاسی کمیته داوران بود بعد گفت کیان گفتم که من اس نمیبرم اسلام میگه که اگه تکیه کنیم به اسلام که آقا شاید دیشب من قبلش خلاف میکردم الان توبه کرده باشم برین بگردین دو ماه پیش توی ترکیه سه تا داور بوده برین پیداشون کنید هیچی ما اومدیم تو آن داشتم میرفتم ترامپاس خونه دخترم دیدم آقا قیاسی زنگ زد آقا الان به من زنگ گفتم آره کیا بودن اون آقا قیاسی برو بگرد پیداش پیداش کردن بعد همون بابا زنگ زد به من همون لایس که آقا تو رو خدا اسم من نیار من چون دارن ده داور میفرستن اندونزی یا مالزی برای کلاس داوری و بعد دختر من من با خانه من متارکی کردم شیست سالشه اگر تو روزنامه بخوره و فلان دخترم رویش این میشه و من هم دلومو واقعا سوخ گفتم نه بروش است یه روز دیگه هم به من زنگ زد که آقا بیا حراست مال فدراسیون فوتبال نه nah, پیشنهادای توری زیاد شد ما یه روز نفت مثل الان نفت شرایط خیلی خوبی نداشت ما شش تا بازی داشتیم یه بازی داشتیم با زبان شما آقای به شاگردی میشناسین دیگه مدیر عامل قبلی بازیکن بازیکنای نفت بود هم بازی خود منم بود اون موقع مدیر عامل باشگاه نفت بود ما بازی داشتیم با اصفهان کنار زاینده رو برو داشتیم قدم میزدیم یه بازیکن داشتیم الان هم میشناسینش کمک آقای خطیبی بود رسول خطیبی به اسم یوسف بخشیزاده بازیکن خودم بود توی ت... تو آبادان آره پسر خوبیه یه روز اومد ما اون بازی داشتیم اومد گفت که آقا یه آقای شما رو کار داره حالا منم با آقای بشاگیری کنار زنده زاینده رود روبرو هتل سویت چیه آجر سه سانتی هم بغل پل داشتیم با میرفتیم گفتم کی اینو گفت ای آقا داوره کارت داره من نمیشناختم یه بچه جوون بود مثلا همتی پیشون بود گفتم من جدا شدم از آقای شاگردی گفتم بفرما گفت آقا اون موقع یک و پونسد پول, پول زیادی بود یه میلیون پونسد یه میلیون پونسر یا سه میلیون دقیقا یادم نیست به همین نعمت خودم در اگه آقا یه میلیون نیم یا سه میلیون به ما بدین سه امتیاز این بازی مال شما بازی داشتیم بازو با ها. تو اسفان ای خود فکر کردم گفتم که او ببخشید فیب آقای مدیر عامل والا این هم دوری ساده من نمیدونست من دارم گفتم این مدیر عامل برای چی من برده ای بود سه میلیون به تو بدیم سه میلیون به او بدیم دیگه پول من نمیدادم من بیارم خودشون چهار تا مثل شما میدن بازی هم میبردن اون مدیر عامله او باید پول بده اگه میخوای ببین اونم میدونستم از یه نیست صدا از آقای بشاگردی چی میگه من رفتم اومد گفت آقای مرده که چی میگه <applause> ما اون بازی سه سه یک بردیم ولی بازی بعد پدرمونو در آورد از این چیزا زیاد اتفاق افتاده الان هم با جادوگری هم مواجه شدی من نه البته نه چرا من میتونم برات یه کاری کنم چرا اتفاقا هم یه موقع ما تو نفت آبادان بودم نتایج مثلا الان خوب نبود یه تدارکات داشتیم اسمش هم ببرم بد نیست آقای ناجی اومد گفت که آقا یه نفر هست دعا می نیست فلان میشه تیم فلان میشه گفتم که من که اعتقادی به این چیزا ندارم اگر اینطوری باشه که یمنی‌ها میگن نمیدونم آفریقایی‌ها میگن عربستانی‌ها میگن اینا خواهرمشون می‌رفتن جام جانی غربان. اصلا صعود میکردن به جام جهانی قهرمان هم میشدن اینا اصلا سعود هم نمیکنن به جام جهانی که حالا قهرمانش پیشکش ما یه دو تا بازی با خبر بردیم دوباره اومد گفتم آقا تو رو خدا گفتم آقا تو کی دیدی دی که این کارو بکنه گو آقا تو همه تیم اس اکس... اکس... اس برد اس برد هم بازیکن تیم آبادان بوده البته نفت آبادان نبوده هم بازیکن یه تیم بزرگ تو تهران الان هم جز اداریشونه آقا آقای فلانی میکرد ای کارا میکرد گفتم خود نتیجه چی شد اگه آقای فلانی که میگی میکرد منم میشناسم زمان مربی گیرش خب همون موقع هم این نتیجه ها بد میشد اگر میکرد چرا بد شد ببین اینا هست من شنیدم کمیته فنی تصمیم شد که حالا متفعل قول بدون یک مخالف هفت نفر بودیم دیگه که آقا اسکوچیش نباشه دلایلی هم که داشتیم هم فنی بود هم مدیریتی بود هم مدیریتی آقای اسکوچ شما سال نه که بردیم اردوهایی که رفته بودن مشکلاتی که تو اردوها به وجود اومده بود نوع برخوردش با بازیکنهای مختلف متفاوت بود نوع تمرینایی که میداد نوع استفاده کردن از بازیکنهایی که تو پستای غیر رسمی یا نوع انتخاب بازیکنها همه اینا با شواهد و دلایل همه به این نتیجه رسیدیم حتی خود رئیس هیئت رئیسه هم قبول داشت این مسائل رو متوجه این هیئت رئیسه به نظر من یه طورای عوام فریبی کردن با ما جلسه گذاشتن همون روز صحبت کمیته فنی رو شنیدن ما قرار شد بریم تو ساختمون بغلی هیئت رسیزه بگیرن بیان به ما بگن که ما ابقا میکنیم آقای اسکوچ به این دلیل یا موافق نظر شما این به این دلیل که هدریسه اصلا بعد از تحصیم گیری که کردن دلایل اقای اسکوچیچ به ما نگفتن اومدن بیرون که قبل از که اعلام کنم ما شنیدیم که اسکوچی ابقا کردن که من همونجا با آقای اصولی بحثم شد آقای ماجدی بود خدا آقای ماجدی هم بحث شد استیلی بود مدیر روستا بود مظلومی بود مؤسس بود آقای ازوتلایی بود که من فقط حالا متاسفانه من درگیر شدم با آقای اصولی گفتم شما اصلا شما اگر میخواین اسکوچیش که قبول داشتین دلایلی که آوردیم آقای استیلی همراه تیم بوده دیگه و خیلی چیزایی که خود ما با دلیل گفتیم استیلی دیگه کاملش کرد چون همراه تیم بود شما قبول دارین بعد چطوری میخواین اسکوچیشو خود دلیل شما ما بگین پول ندارین مربی نمیتونین پیدا کنین دلیلش بگین که نگفتن که ما حالا جای سوال بود که من حالا به کرات تو مسابقه دیگه هم گفتم شایعه میشد که مثلا برانکو هم هست جزو گزینایی که میخواد بیاد کروش هم هست همین آقایون به ادرسه با اومدن کروش هم مخالف بود که به اسکوچیچ رای دارن اگه مخالف نبود کروش رو دیگه اسکوچی ابقا کردن به دلایل حالا خودشون فقط چون ما نمیدونستیم چرا خب هیچ تیم رفت ما هم که یه تورای کنار کشیدیم تا الان هم به ما نگفتن شما همکاری میکنید یا عدم همکاری تا الان که آقای تاج هم اومده بعد آقای تاج که اومد همین هیئت رئیسه خلاف تمام چیزهایی که عمل کرد و گفته بود انجام دادن که من فکر میکنم اصلا اینا کاره ای نبودن تصمیم گیرنده اصلی خود آقای تاج بود به دلیلی که خوینا اسکوچی ابقا کردن چی شد با آمدن آقای تاج؟ بر برکنار شد اینا با اومدن کروش هم مخالف بودن چی شد کروش اومد پس ای آقایون هیئت رئیسه هیچ اراده ای که ندارن هیچ هیچ قدرتی هم که ندارن هیچ تصمیم گیرنده یه نفره که نظر خودش هم اعمال کرد هیئت رئیسه هم به نظر من فرمالیت است یعنی اینقدر خودشون رو کوچیک کردن و کوچیک هستن که برای موندن تو اون هیئت رئیسه هر بدبختی و تو سر خوری قبول کردم ولی اگر غیر از اینه شما از که چه ابقا کردید چی شد از که مخالف کیرش بودید چی شد کیرش اومد